التبرك طلب البركة ينقسم إلى قسمين. تبرك بمعنى طلب بركات بر دو قسم هست. تبرك مشروع وتبرك ممنوع. یک نوع اون تبرک مشروع هست و نوع دیگر تبرک غیر مشروع. التبرك المشروع اما ان يكون بامر شرعي كان ياتينا في الشرع ان الصلاه في المسجد النبوي الصلاه في المسجد الحرام في البركه اكثر فيما عدا هذه الصلوات في غيرها من المساجد. تبرک مشروع بدین شکل است که در چارچوب آموزه ها و مواردی باشه که مورد تایید شریعت قرار گرفته، مانند تبرک با نماز خواندن در مسجد حرام یا مسجد نبی که نماز خواندن در این مکان ها برکت بیشتری داره به مراتب در مقایسه با نماز خواندن در جاها و مساجد دیگر. نعم، فانت تصلي في المسجد النبوي في المسجد الحرام لان الصلاه في هذه الاماكن فيها بركه اكثر من غيرها. انسان مسلمان در مسجد حرام یا مسجد نبی نماز میخونه با نیت و قصد طلب برکت، به این خاطر که نماز خوندن در این مکان ها برکت بیشتری داره نسبت به جاهای دیگر. نعم، او یکون به امر محسوس ملموس کما ان الله سبحانه و تعالی وضع البرکه فی کتاب صحیح البخاری مثلا. یا برکت در امور محسوس هست، مانند برکتی که الله متعال به عنوان مثال در کتاب صحیح بخاری قرار داده. نعم، إذا لم يثبت شيئا لا شرعا ولا حسا يكون هذا من التبرك الممنوع. التبرك الممنوع شرك الصغر. و اگر موردی این دو مسئله درش نباشه، یعنی مشروعیت و محسوس بودن اون برکت، جزء تبرک و طلب برکت ممنوع شمرده میشه که در زمره انواع شرک اصغر قرار میگیره. التمسح بالقبور، مانند دست کشیدن بر قبرها. التبرك بالصالحين يتمسح بهم، یا تبرک جستن از صالحان و دست کشیدن بر انسانهای خوب و صالحا. هذا تبرك ممنوع شرك اصغر وقد يصل الى الاكبر، و این از نوع تبرک ممنوع هست که شرک اصغر و چه بسا منجر به شرک اکبر هم بشه. الحجر الاسود، نتبرك بالتعبد والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله وهو حجر لا يضر ولا ينفع. در رابطه با سنگ سیاهی که به حجر الاسود مشهور هست بهش تبرک میجویم، چون پیامبر صلی الله علیه و آله این کارو کردن و بهش دست کشیدن، وگرنه سنگی هست که داره که هیچ نفع و ضرری نمیرسونه. لكن من يتمسح بالحجر ويعتقد ان فيه بركه هذا هو الشرك اما اكبر او اصغر. اما کسی که به سنگ دست بکشه و اعتقادش این باشه که درش برکت هست، میتونه از نوع شرک اصغر و یا حتی شرک اکبر باشه. ارض فلسطین ارض مبارکه، مانند سرزمین فلسطین سرزمین مبارکی است. وضع الله سبحانه و تعالی البرکه فی مکه و فی المدینه، و الله متعال در مکه و مدینه برکت قرار داده. نعم، فاذا ثبت لهذه البرکه امر شرعی او حسی قبلت و الا كانت من التبرك الممنوع وهو اما اصغر او اكبر والله اعلم. درباره این جاها اگر برکتی شرعی یا برکتی حسی ثابت بشه مقبول خواهد بود، اما در غیر اون صورت جزء تبرک و طلب برکت غیر مشروع است.